رفیق، اگه میبینی دستم روی ماشه سر میخوره، واسه این نیست که میترسم شلیک کنم، از عاقبتشه که میترسم. نداره. اگه اومدم دنبالت برای اینکه عقل رو مخت راه نره رأیتو نزنه. حواستو جمع کن. حواسم هست، نگران نباش. من نگفتم شماره تو به کسی نده؟ چه شماره است دیگه بابا جان؟ طوری نشده که. چیزی نشده؟ آدرسم دادی بهش؟ خب وقتی از باباش میپرسه این مدت کجا بودی، کجا زندگی میکردی، خونت کجاست؟ من که نمیتونم هیچ چیزی نگم که. بالاخره اونم اولاد دیگه. در نکنه افراسی پس بی خبرم نظر دیگه. حالا به نظر تاریخش که میفته باش 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 خدا بس خدا. چی شد؟ لایه رو فرستاده. حالا باید صبر کنیم ببینیم تاریخ تجدید نظر که بهمون میدم. یعنی امکان داره حکم برگرده؟ اصلا کار به اونجا نمیکشه. تو همین یکی دو هفته من اجازه باباشو میگیرم. انشالله. بذار چای بیار. نه.
چی شد؟ پروین؟ خوبی؟ آره این استکان شکست. غذا بلا بود. غذا سر دستت نباره. داری گریه میکنی؟ نشد چی؟ چی نشد؟ اگه رضایت ندادن، اگه رای بر نگشت، اگه مسعود من رفت پای چوبه دار، من چه خاکی تو سرم بریزم؟ تو این همه سال داری با من زندگی میکنی پروین، کدوم کار بوده که خواستم بشه و نشده؟ این دفعه فرق داره محمود جان. چه فرقی میکنه؟ همین امروز فرداست که پدرش بیاد پیش من رضایت نمرم امضا کن. اگه با پول نشد، مگه اون دفعه مادره به خاطر پول اومد امضا کرد؟ مادره بله، پدر فرق میکنه. 30 روز بعد از 20 سال گدایی شب جمعه رو گم نمیکنه. بوی پول شنفته که پشت اومده. پشت خودتو جمع جور کن، مادرت رو اینطوری نبینه. پشت اینقدرم فکر خیال بد نکن. نگردیم دیگه بچه رو. باش دهن تو باز کن بابایی. سرش رو هم نگه دار. دهن تو باز کن. دهن تو باز کن بابا. تماش گریه بچه رو داره برده. جان بقال ماما. جان دختر دخترم چی دختر؟ بخواب نه نه با هم عباس دیزایی میزنی؟ هم عباس دی جیگار داری؟ دلت برش تنگ شده؟ هم دلم برش تنگ شده، هم سند باغشو میخوام. سند باغ اونو تو میخوای چی بکنی؟ کار دارم دیگه، یه زنگ بهش بزن. تو هم عباس نمیشناسی؟ من الان بهش زنگ بزنم میگم سند باغتو بده، اون نمیگه میخوای چی بکنین. خب بگو تو کله چی میگذر دیگه وحی؟ وحی زمانه تو کوچک میخوام. خب یه سهمی دیگه مادر تو جور کنی ها؟ چه ربطی داره آقا بابا؟ سر صورت آقا جان دیدی؟ خب طلب کارش دادنش. اون که گفت موتور منو زده. رجالت کشید اینجوری گفت دیگه. اگه امروز راست ریس نکنیم دوباره میان سر وقتش. وقتی که باید خدا بهمون رحم بکنه. زنی میزنی؟ من 15 میلیون گرفتم از تو، نه 400 میلیون. تمام عمرم من تاوانش رو دادم. الانم 1 قرون بیشتر نمیدم. اون وقتی که اون پول گرفتی دلار 500 تومان بود. اون 500 تومان هم بذار واسه بچه‌هات. وقتی تو گوشه زندان تیغ رحمت رو سر کشیدی خرج کفر دفنت بکنم. میدونی پول زیوری که مثل زالو داری میخوری و بالا آخرتت میشه. ما که تو جهنمی یک ویله پایده خودت جد بجاز. اینقدر مرد نبودی که بایستی توان کارات بدی. سن بچه تا بل کردی و رفت. سند 5000 باخشه یه تو کوبی جار. میدنم کجاست. یه سا
سفید 20 میلیون تومانی بیار بدون تاریخ با امضا با سر انگشت. از بدهیش بیشتر میشه که خب بشه. همین که دارم حساب میکنم برو خدا رو شکر کن. الباقیشو خودم ازت وام میخوام. بابا داخل خیلی طوفان 20 سال تو شش مونده، تو رو چه حسابی میخوای ازم وام بگیری؟ 150 میلیون بده شش ماه برمیگردونم. وحید یه دقیقه بیا. میشه کارش کرد یا نه؟ شاید بشه یه کاری کرد. هر متأخرم 10% چرم میادوش. باشه قبوله. میگم بیا. تو داری چی کار میکنی پسر؟ دارم وام میگیرم دیگه. این وام نیست، نزوله. فرق از زمین تا آسمونه. ما که داریم هم سند میزنیم هم سفته امضا میکنیم، چرا الباقیشو پول نگیریم از این مردی که؟ از آدمی که جوونی بابت آتش زد، از آدمی که مثل زالو دار و نداره بابت خورد. تو میدونی من زندگی و پای چی باختم؟ پای همون 10% که میخواد ماه به ماه از تو بگیره. تو دادگاه نبودی؟ نشدی؟ برای قصاص باید پول جور بکنی. تو چرا میخوای تو دامه بیفتی که من یه عمره دارم توش دست پا میزنم پسر؟ این آدم کلاهی طور که برمیداره هیچ به سر تو هم رحم نمیکنه. تو اگه به فکر خودت نیستی به فکر زنت باش، به فکر بچت باش. حالا میگی چیکار بکنیم؟ با تجدید نظر باید پول جور بکنیم دیگه. تو پول برای قصاص میخوای؟ من جفت کلیامو میفروشم. ولی وحید اگه بری دنبال نزول من دیگه نیستم. روزنامه آگهی بدیم برای کلیه؟ چی میگه آخه آقا؟ بسپرش به من. من برات جور میکنم. آقا 150 تومانت کجا بود؟ میگم من جور میکنم برات. وحید تو چشای من نگاه کن. وحید نگاه کن منو. به من قول بده مرد و مردونه دیگه هیچ وقت سمت این مردی که نیاش. هیچ وقت. باش. من سهم خودم رو نقد دادم. جفت پمپا رو پس فردا میارن نصب کنن. میدونی اگه تحویل نگیریم چند میلیون ضرر میذاره کف دستمون؟ آقای رسولی این دفعه رو شما از جیب بده. من بهت قول میدم سر ماه زودتر بهت میدم. به جان مادرم بهت میدم. تو فکر کردی من عاشق چش و ابرو بودم؟ کس کف استخ خوردم و چوندم بغل خودم. تو اومدی که شراکت کنی. من اگه دنبال کداگوشته میگشتم که کلی ریخته بود. کداگوشته چیه؟ آقای رسولی من اگه میخواستم ببیشونم که بهتون چک نمیدادم که. دیگه بدتر. تو غلط کردی از حسابی که یک قرون توش پول نداری 50 میلیون چک کشیدی. این چه حرفی میزنی آقای رسولی؟ خودت شاهد بودی من خودمو به در و دیوار زدم بابت این کار. حاجی منو پیچون بابت زمانت. بی عرضگی خودتو گردن این و اون انداز. عقیل دوتا گوش داری دوتا هم قرض کن ببین چی دارم بهت میگم. اگه تا 2 روز دیگه چکتو پاس کردی که کردی، وگرنه روش اقدام میکنم، جلب تو میگیرم، با مامور میام سراغت. خیلی خوب آروم باش آقای رسولی، ما ناسلامتی شریکیم اینجا. بشکن این دست که دیگه با کارگر خودم شراکت نکنم. عقیل نذار صبر من سر بیاد، وگرنه کاری باهات میکنم که کارگری تو اینجا بشه وسط آرزو. شراکت که دیگه پیش کشه. به چی داری نگاه میکنی؟ برو دوباره کارت. Thank you.
هر وقت قرار میکردی برات میکردم. یاد جوونیه. از اون سن و سالت خجالت بکش. چه خجالتی؟ بعد این همه سال برای چی برگشتی؟ بوی خونه پسرت کشوندت اینجا؟ یا پول دیش؟ هیچ کدوم. من به خاطر تو برگشتم ازم. به خاطر من؟ از اون شبی که برای آخرین بار پات از این در گذاشتی بیرون 20 سال میگذره. 20 سال هر شب منتظر بودم صبح بشه تو بیای بگی این خونه هنو مرد داره، این بچه ها هنو پدر دارن. میدونم حرف من باور نمیکنی، ولی تو این 20 سال یه روز نشد که شب بشه من هزار هزار خودم لعنت نکنم. لعنت تو دیگه به چه درد این خونه میخوره؟ برگرد برو، دیگه خیلی دیره. تو نمیتونی منو ببخشی؟ نه، بخشیدن من به چه کارت میاد؟ من یه پام لبه گوره، یه پام سر پل سرات، این خودت. برو به درگاه خدا التماس کن، بلکه اون ببخشتت. من یه فرصت میخوام ازم. من برگشتم که جبران کنم. چیو جبران کنی؟ دستای پینه بسته عقیل و که از بچگیش هیچی نفهمید جز کار کردن و جون کردن؟ غرور شکسته وحید و که مادرش جلوی چشماش به خاطر خرج خونه سر شالی و باغ مردم کارگری میکرد؟ یا خونه ریخته شده پیمانه که بچه هم وسط جنگل بید کسب تنها جون دار؟ کدومو میخوای جبران کنی؟ یه سر برو سر خاک بچه جوون مرگ شده، یه نگاه به عکسش بنداز، ببین اصلا میشناسیش؟ ببین از قیافش چیزی یادت مونده که حالا اومدی ادعای خونشو میکنی؟ آره میشناسم، به خدا میشناسم. من بزرگ شدن چه دیدم؟ من عروسی وحید دیدم، رخت سفید طاهره رو دیدم، بچه دار شدن عقیل رو دیدم، همه اینا رو دیدم. ولی از دور من میخواستم بیام خودم رو نشون بدم، داد بزنم و همه بگم من بابای این بچه هم، من مرد این خونه هم. ای کاش همون روز وای میستدم داوان کارم رو میدادم. من بد کردم میدونم، ولی تو بزرگی کن، بذاری روزای آخر عمرم رو پیش کسایی که دوست دارم زندگی کنم. میدونی اون بچه چرا مرد؟ برای اینکه رفت خواستگاری، نداری خانوادش رو زدن تو سرش، بیپدریش رو گویدن تو صورتش، پرتش کردن بیرون. بچه‌م آواره جنگل شد به خاطر چندرغازی که پدرش نبود بذاره تو جیبش. اگه بعد این همه سال اومدی که بمونی، اقلم برای بقیهشون پدری کن. بذار برای یه بارم که شده تو چشات نگاه کنن و بهت بگن بابا. شرمنده آجا، انگار بد موقع مزاحمت شدم. کار تو رو بگم. این چک ما حسابش خالی. خب رسولی هم گفته چک تو برگشت میدن. خب چکمون برگشت بخوره دیگه بهمون وام نمیدن، بدبخت میشیم آجا. نه باید هم بده، کسی که چک بکشه نتونه پاس کنه وام هم بگیره نمیتونه پاس بده. مسئله فقط وام نیست آجا،
رسولی برگشته تو چش من نگاه میکنه میگه جلبتو میخوام بگیرم. باید هم بگیره، منم بودم میگرفتم، حقشه. چه که بی محل آفت بازاره. همین که نمیدتش دست شهر خر کلاته به نزبلا. ولی من چکو به اعتبار شما کشیدم آج آقا. به اعتبار من امضامه. روی چک تو امضا کردم یا پشتشو؟ شما قول ضمانت به من دادین. من پشتم به شما گرم بود، وگرنه نمیرفتم با رسولی حرف بزنم. اونم از اون ور داره منو تهدید میکنه، شما هم دارین پشت منو خالی میکنی. کسی که با من بشینه پای معامله و بعدش بزنه زیر میز، پشتش که هیچی. پاش بیفته زیر پاشم خالی میکنم. تو انگار یادت رفته واسه چی میخواستم ضامنت بشم. من خودم اینجا 100 تا کارگر دارم. تا حالا شده ضامن کیشون باشم؟ نه خیر. حالا بیام بشم ضامن کارگرای مردم. من دیگه کارگر نیستم آج آقا. شما خودت دست منو گرفتی، شریکم کردی. یادت رفته به من میگفتی تو مثل پسر منی، من پشتتم. به من میگفتی من تو رو میبینم یاد جوانیام میافتم. آج آقا تو رو خدا، من الان به پیسی خوردم. بین زمین و هوا دست منو ول نکن. اونی که بین زمین و آسمون ول شده تو نیستی. جون بچه منی که با یه حرف بابات رفته رو هوا. مثل قول و قرار ما. تا وقتی که رضایت نامه جلوی قاضی امضا نشه، امضاش هم خشک نشه، نه از ضمانت نامه خبریه، نه از وام. خلاص. کف دستمو بو نکرده بودم که آج آقا پدر من از بغل اسرائیل میاد وسط دادگاه پیش قاضی. اصلا اینا رو ولش کن آج آقا، چک و اینا رو ولش کن. من دوتا پمپ خارجی خریدم، باید ببرم امشب وز کنم برای استخر. اگه نکنم پرورش ماهی میره رو هوا. بهتر شراکتی که با چک برگشتی شروع بشه همون بهتر که بره رو هوا. تو انگار گوش نمی کنی من چی میگم. اول رضایت، بعدش اگه عمری باقی بود شراکت. آخه شما به من بگو من چه خاکی دوست دارم بکنم. من همون کارو میکنم. پدر من نیومده نرسیده، فاز وعید گرفته، میگه الا بلا قصاص قصاص. سیروس سیروس درسته بابای توه، ولی من بهتر از تو میشناسمش. بالاخره جوونی همون یه نیمچه رفاقتی با هم دیگه داشتیم. خوب میفهمم چی میخواد، زبونشو میفهمم. زبون بابات با وحید زمین تا آسمون با هم یه فرق میکنه. تو هم پشو به جای که بشین اینجا آه و ناله کنی، برو دعا کن که مذاکره من و بابات به نتیجه برسه. پشو برو که من کلی کار دارم. کی باش قرار گذاشتین؟ قرار چی؟ خب شمارش از من گرفتین که باش حرف بزنین. نیه خودش همین روزا سر کلش پیدا میشه. اگه پیداش نشد چی؟ اگه نشد یعنی این سیروس اون سیروسی نیست که من میشناختم. اون موقع خدا به دادت برسه. رفتی درم پشت سرت ببند. پیروز آخه یکی از دوربینای دید در شب گرفتتش. هنوز تو این جنگل و پلنگ است. باورت میشه مسعود؟ این قلمروش کجاست؟ اون شب تا صبح بارون گرفت، نتونستم رد قلمروشو بزنم. علیرضا اگه حیوان رو پیدا بکنی ببری منطقه حفاظت شده، جنگل برای خطرناکه. میدونی چند وقته کسی تو این جنگل و پلنگ ندیده؟ حتی سایه که قدیمی ترین محیطبان اون تو عمرش پلنگ ندیده. ولی نمیدونم باید چیکار کنم. برای پیدا کردنش تجهیزات میخوایم که من ندارم. این عکس رو بردار ببره داره کل دوستان. همه زور تو بزن ازشون تجهیزات بگیریم. میخوام عکسشو بدم یه سری روزنامه‌های محلی چاپ کنن. اونجوری احتمال گرفتن تجهیزات از مرکزم میره بالا. رضا غیر از من عکسو کی دیده؟ هیچکی. هاردو که خالی کردم عکسو پرینت گرفتم. یه سر رفتم جنگل، بعدش از ذوقم سری اومدم اینجا پیشتون. خوب حواستو جمع کن. ببین این خبر درس پیدا بکنه از زمین و آسمون شکارچی ریخته رو سرت. اون بی همه چیزی که به روبا گوز رحم نمی کنه بفهمه این منطقه پلنگ داره. واسه پوسته نیمون خاک این جنگل رو به توبره می کشه.
چیکار بکنم؟ عکس رو بردار برو استان، تمام زورتو بزن ازشون تجهیزات بگیر. کسی خبردار نشه علیرضا. این عکس رو فقط دو نفر باید ببینن. یک، آقای رحیمی، دو، شخص رئیس محیط زیست استان. باشه. خیالت راحت. اون در صاحب مرده رو اونجا علم کردن که اول یه تقه بهش بزنی بعدش این عجله معلق رو سر من خراب بشی. پدر بهی تو کارخونه است. سیروس؟ آره آقا. چه زود سر کلت پیدا شد سیروس. دیزی رو که بار بذاریم گربه هم حیاش میریسه. حالا من چیکار کنم آقا؟ چیکار کنی؟ خب برو با عزت و احترام بیارش اینجا. گفتم بهش، اما نیومد. یعنی چی نیومد؟ نشسته یه گوشه در این ورانوار کارخونه رو دید میزنه. خیلی خوب، تو برو به کارت برس، من خودم میرم پیشش. چشو، بایزه. کردی؟ چرا بی خبر؟ از قدیم گفتم بی خبری خوش خبریه. خبر میدادی به رسم قدیما میسپردن بچه از اون چنجه های مشتی واسد بار میکرده. دندان کبابخوری ما خیلی وقت افتادی عجی. ما الان یه چایی خشک خالی هم که بدی پا به پا میایم تا قدیما. خیلی خوب، پس بفرماییم تو. بفرما. میگم عجی تو دم دستگاهی بهم زدی. اون موقع اینجا پرندم پر نمیزد. ای بابا دیگه دوتا کارگر و چهارتا گونیچه هایی که این حرفا نداره. نزن این حرفا حاجی، ناشکری نکن. اون موقع که من داشتم میرفتم پنجتا کارگرم نداشتی. این زمین از کساقا خریده انداختی به کارخونه. آره چطور مگه؟ وقتا اون موقع منم دنبالش بودم، منتها هرچی تلاش کردم این در اون در دادم جمع جور کردم نتونستم پول زمین جور کنم. حالا تو این شهر زمین زیاده، ایشالا بهترش رو میگیری. ببریم تو. آره ولی زمین کساقا یه چیزی دیگه بود، خداییش طلا بود. ایر نداره نوش جونت. بی خود نیست هر جا تو این شهر میری نقل حاج محمود و کارخونه و معلومه نرسه. ببریم تو، ببریم تو یه چای بخوریم، حتما تعریفی زیاد داریم. ببریم تو. کردی اومدی سیروز. اتفاقا من شماره تو رو از عقیل گرفتم که خودم با تماس بگیرم. کلی حرف دارم با تو. به هر حال هرچی نباشه ما رفیق قدیمی هستیم دیگه. تو حرف منو نفهمی کی بفهمه؟ یک کمی دیر گفتی عجی. یعنی چی؟ من اگه میدونستم یه همچی رفیقایی تو این شهر دارم 20 سال زودتر برمیگشتم. دستت در نکنه. هرچند که این دور زمانه رفیق خیلی زیاده، رفاقتی که کمه.
من به در و دیوار زدم، به آسمون و زمین رو انداختم که بشینم چهار کلوم و پسر شما حرف بزنم، ولی اصلا وحید حرف گوش نمیده، اصلا اجازه نمیده باش حرف بزنی. بهش حق بده آجی، آتیش داغی که هنوز کهنه نشده هرچی بهش نزدیکتر بشی بیشتر گول میگیره. میدونم درد من و داغ وحید یکی نیست، ولی درد من هم کمتر از داغ وحید نیست. اگه پیمان یه دفعه مرد، خدا رحمتش کنه، مسعود هزار دفعه گوشه زندان داره میمیره و زنده میشه. چاره چی حاجی؟ روی زمین خون ریخته، کسی که دستش میره رو ماشه باید پای لگدی که تفنگش میزنه واسه. مسعود وایساده، به والله وایساده. شما تنابه دارو دور گردنش گره بزنی، دست و پاشم ببندی، مسعود کسی نیست که دندون بزنه به اون گره. ولی تاون اون گلوله هر چی باشه این گره نیست. مسعود عمدن پیمان و نظر سیروس. این گره کور شده حاجی، به این سادگی هم با نمیشه. هرچند تو این دنیا فقط یه چیزی که چاره نداره، اونم مرگ. تو رفاقت منو قبول نداری، ولی زبون منو خوب میفهمی. من فقط از تو یه چیز میخوام. چی؟ یه راه که جلو پای من باز کنی، جای این دیواری که وحی جلو چشای من کشیده. این دیوار بلنده آجی، ولی من راهش نشونت میدم، اما صبر میخواد. تو راهشو بگو، نگران رفتنش نباش. فوقش یکم پایین یکم بالا، کنار میایم با هم. رقم من رونده حاجی، بالا پایینم نداره. بهتر پس برو سر اصل مطلب، من سر پا گوشم. ۱۶۵ میلیون تومان نقد. ۱۶۵؟ آره. چرا بیشتر نه؟ چرا کمتر نه؟ این رقم نصف دیگه است، کمتر بیشتر هم نداره. تو منو گرفتی؟ نه، من بسی معامله اومده. تو فکری با کی طرفی؟ نشستی جلوی من تو چشای من راست راست نگاه میکنی، از من پول قصاص بچه رو میخوای؟ آره، تو هم نپرس، میده. چشم، که اول منو تیغ بزنی، بعدش هم بچه‌مو اعدام کنی. واسه باز کردن این گره گور، اول باید وحید راضی بشه. هیچ راه دیگه هم نداریم. ولی ادام تویی، رضایت دست تویه، چه کار داره به وحید؟ فرق منو تو همین حاجی، تو همیشه حرف حرف خودته. ولی من اگه بخوام رو حرف بچه‌م حرف بزنم، اول باید بچه‌م از ته دل راضی باشه. به قیمت اعدام شدن بچه من؟ من دنبال اعدام نیستم، خیال تخت. این پول واسه اینه که وحید به من اعتماد کنه. من چجوری به تو اعتماد کنم؟ میتونی نکنی، تصمیمش با خودته. تصمیمش با منه؟ تضمینش با کیه؟ تضمینی در کار نیست، فقط اعتماده. اگه داری، بسم الله. میریم دادگاه، من چک روز برات میکشم، تو هم نامه رضایت رو امضا میکن. اول باید وحید راضی بشه، پول میکشه، این پول هم واسه همینه. اشتباه گرفتی سیروس، گوشه من به اون درازی که تو فکر میکنی نیست. پرونده تازه رفته تجدید نظر، زوده واسه اینکه چک قصاص بچه‌مو بدم دست تو. دیدی صبرشو نداشتی حاجی، این پای من اگه از این در بری بیرون دیگه معلوم نیست کی برگرده. اگه اصلا برگشتنی در کار باشه، با اجازه. صبر کن ببینم. شبی که میخواستی از این شهر بری یادته؟ مگه میشه یادم بره؟ یادته چی به من گفتی؟ همینجا تو همین اتاق نشسته بودی. آره،
گفتم دست وحیده بگیر بیارش سر کار. یه چیز دیگه هم بهم گفتی. گفتم براش پدری کن. دور کرد. حقم داشتی. کدوم پدری که سر سامون گرفتن بچهشو نخواد؟ به خاطر همین من رو حرفت اما اگر نیوردن. تا اینکه امروز بعد 20 سال دوباره پاتو گذاشتی تو این کارخونه. من فکر کردم برگشتی خودت برای بچه‌هات پدری کنی. درسته. برای همین برگشتم. پس این بازی ها چیه داره بودی سیروس؟ این چه رقمیه؟ تو که برای پول اومده بودی چرا بیشتر نخواستی؟ خب بیشتر بگیر بده به همه بچه‌هات. روزی که اومدم اینجا بهت رو انداختم واسه وحید. اما اگر نیاوردی ولی واسه رفاقت نبود. ما اصلا رفاقتی با هم نداشتیم. تو همیشه زورت میومد جواب سلام منو بدی. خب دست وحید گرفتی واسه اینکه کارگر روز مزد میخواستی. مگه بعدش نکشیدمش بالا؟ مگه ننشوندمش کنار دست خودم؟ واسه منفعت خودت بود. رفاقت که منفعت نیست. رفاقت یعنی اعتماد. رفاقت اون رقمی که تون کاغذ نوشته شده. خود خودش. نه یک قرون کمتر، نه یک قرون بیشتر. این پول حق وحیده. حق مادر پیمانه. بیشتر نگفتم از این که تو بدونی من نمیخوام ازت بکنم. وعده سرخرمن بهت ندادم. گفتم زمان میبره. صبر میخواد. ولی شدنیه. این دسته که گاهی میلرزه ولی به موقعش میتونه واسه پسرت امضا بزنه. شب نبودنم.